انتظار شما خواهد بود. آیا شما در مورد قمار چیزی میدونید؟ آیا در دوستان شما، آشنایان و فامیل شما کسانی هستند که درگیر مسئله قمار باشند؟ خوشبختانه ما امروز مهمان عزیزی رو داریم که سوالهای اساسی رو در مورد معضل قمار با ایشون خواهیم داشت و خوشحال هستیم که بار دیگر در خدمت کشیش میلتن هستیم. خیلی خوش آمدید کشیش میلتن. کشیش میلتن، یکی از سوالهایی که مطرحه اینه که چطور قمار وارد زندگی افراد میشه و چقدر مخربه در زندگی اونها؟ افرادی که به قمار رو میارن افرادی هستن که معمولاً دارای شکست‌های عمیقی در زندگیشون هستن و دچار شکست عظیمی شدن که میخوان به نحوی از اون فرار بکنن، پس در نتیجه گرایش پیدا میکنن به قمار. که نظر شخصی من این هستش که قمار یک نوع اعتیاد هستش و وقتی که اعتیاد میگیم نه صرفاً مخدر باشه، میتونه هر چیز دیگه اعتیاد به وجود بیاره. پس در نتیجه این افراد که رو میارن نمیتونه خارج از اون سه نکته اساسی باشه که یکیش ممکنه به خاطر تفریح باشه و مشغول بکنن خودشون رو، نکته دوم ممکنه به خاطر اینکه در فامیل و خانواده بوده، به نوع ارثی رسیده به اینها، و سومینش که به نظر من اساسی هستش اون طمع ورزیدن هستش و کلام خداوند خیلی زیبا میگه که ریشه همه بدی ها طمع هست. پس تمامی این نکات رو باعث میشه که فردی که میره به طرف قمار داره اون ناراحتی های وجدانی و عمیقی رو به وجود بیاره در زندگیش که دچار بعضی استرس ها باشه و حتی خیلی شکست های دیگه مثل ناراحتی های عمیق خانوادگی به وجود بیاره، که اینها همه میتونن مخرب باشن و تمامی زندگی رو از بین ببرن. به نظر شما چطور میشه به عنوان همسر یا فامیل و آشنا به افرادی که با مسئله قمار درگیر هستن کمک کرد؟ به نظر من باید کسی که دوچار این قمار هست، اگر میخوایم کمکشون بکنیم، دوستشون داشته باشیم و سعی نکنیم که با داد و فریادها و روش‌های شخصی خودمون که اگر عمل نکرده به پیش بریم. و به تجربه ممکنه این نکته خیلی مهم باشه که به اونا فقط از این که بگیم این کارو نکن فقط کار نکنه، مؤثر نباشه، بلکه اگر میتونیم، افرادی هستن که نمونه خوبی بودند که بعداً تغییراتی در اونها به وجود اومده، معرفی بکنیم یا حتی این افراد رو بیاریم که با این افراد صحبتی بکنن و بتونن از تجربیات خودشون با اونها بگن و به این نحو میتونیم این عزیزان رو کمک بکنیم. متاسفانه خیلی از مردم دارایی خودشون رو در راه قمار از دست میدن و در واقع قمار جزی از زندگیشون شده و اسیر قمار شدن. در واقع این عزیزان چطور میتونن این اشخاص از اسارت قمار آزاد بشن؟ نکته مهمی که اشاره فرمودید کلمه اسیر بودن یا اسارت هستش و معمولا همیشه میگن قمار همیشه بازنده است و قمارباز همیشه میبازه در اصل، و درسته تمامی داراییشون از بین میره به خاطر اون اسارتی که داشتن. در اینجا شخصی وجود لازم هستش و وجود داره که بتونه این اسارت رو در اصل کمک بکنه که از بین بره. ما میتونیم این افراد رو کمک بکنیم با اعلان این که شخصی وجود داره که میتونه این اسارت رو از بین ببره، و اگر اساسی صحبت بکنیم خلایی در اونجا هست که این باید به نحوی پر بشه و بهترینش اینه که آنی رو که میخواییم کنار بذاریم چیز جدیدی بیاد درون وارد بشه و اون مسئله اساسی مخرب رو از بین ببره که به نظر من خود خداوندمون عیسی مسیح است. میبینیم که همسر آقای خسرو از تغییر زندگی شوهرش تعریف میکرد. به نظر شما عامل اصلی تغییر زندگی آقای خسرو چیه؟ خیلی جالبه که وقتی ایشون در مورد زندگیشون داشتن توضیح میدادن و خانمشون، خانم دبی، که چقدر هیجان زده این رو داشتن اعلام میکردن، کلام خداوند باز میفرماید که خداوند مددکاری است که در تنگی ها فورا یافت میشه. آقای خسرو درست در زمانی که میخواستن خودشونو بکشن، درست در زمانی که هیچ چاره دیگه نداشتن، مراجعه کردن به جایی که خداوند او را هدایت کرد، به جایی که منبع کلام خداست که آن را کتاب مقدس مینامیم. پس میبینیم که اگر میخواهند
به چیزی عامل اساسی ایمان بیارن، که همین کلمه ایمان عامل اساسی تغییر زندگی خسرو بود، کلام خداوند میفرماید ایمان از شنیدن است، شنیدن از کلام خدا. پس کلام خدا خیلی کمک کرد ایشون رو. پس ما هم موظف هستیم به نظر من که به مردم این کلام مقدس خداوند رو بدیم، حالا از طریق فیلم، از طریق هر چیز دیگری، اینا این عزیزان رو آشنا بکنیم و دست این عزیزان رو بذاریم دست خداوند و مطمئناً ما بقیه کارها رو خود خداوند انجام میده. اما عامل اصلی که آقای خسرو تغییر کردن و این تغییر در زندگیشون دیده شد، ایمان به عیسی مسیح هستش. خیلی ممنون کشیش میلتن از اینکه وقتتون رو به برنامه کلمه دادید. واقعا صحبت‌ها و مشاورتون خیلی باعث برکت و بنای ما بود. بله واقعا متشکریم و خداوند شما رو برکت بده. عزیزان امیدواریم که این برنامه برای شما نیز برکتی بوده باشه و جواب بعضی از سوالاتون رو گرفته باشید. اگر میخواید که بیشتر با ما در تماس باشید، میتونید به وبسایت kalame.com مراجعه کنید. و اگر میخواید که با ما در ارتباط باشید، میتونید با ایمیل tv@kalame.com به ما ایمیل بفرستید. خداوند یار و نگهدار شما عزیزان باشه. خدا نگهدارتون. در قمار عمر خود بازنده بازی که بود؟ صبر کن بشنو که غماز جلب بازی که بود؟ یک تاز و صابر و باهوش و بی‌پروا که بود؟ آن که می‌زد حقه ها برخیش و برجان ها که بود؟ چون که صدها اسکناس از جیب تو می‌شد پدید، ناگهان می‌گشت با دست مهارت ناپدید. آن که در پوشاندن درد دلش عاجز نبود، مخلص و محکوم آن غم های بی پایان نبود. شاد میگشت از سپردن های دل بن مال کس، سخت میشد در برش پیروزی و اقوای کس. گو بپوشان رنج های باطن از جانم تمام، گر کفایت میکند پوشاندن درد نهان. این قمار عشق بود و من چه بودم، مات و کیش؟ از برم بگرف کام و هر چه بودم از تو بیش. این قمار زندگی بود و جوانی و خیال، باختن این زندگی را در طلبهای قمار. شادیم را کی فزود، غمهای دل را کی رو بود؟ محو خوابم اینه بود، سودای مالم می ستود. راه‌ها بن‌بست و من انبوه از تاراج عمر، غرق در بازی و مخمور قمار جان خود. ناگهم عیسی صدایم کرد از اعماق خواب، او رو بودم هرچه بودم گنج از غمهای ناب.